اینجا نشست سکتور خصوصی و عامه پیرامون دسترسی به بازار برگزار شده است. چگونگی دسترسی به بازارهای مناسب یکی از اهداف اصلی این نشست گفته شده است. که دکان ما چرا غریب هستند؟ دکان ما چرا روز به روز بدبخت میشه؟ علتش ایست که از مارکت خبر نیست. نه از مارکت داخلی خبر است و نه از مارکت بیرونی خبر است. هنوز هم دسترسی سریع و مداوم به بازارها به عنوان بزرگترین چالش و جامعه سکتور خصوصی کشور محسوب می شود. در همین حال سرپرست وزارت صنعت و تجارت می گوید که افغانستان در یک سال گذشته 1 میلیارد دلار صادرات داشته است که بیشترین صادرات به کشورهای ترکیه، کشورهای حوزه خلیج، کشورهای اروپایی و هند صادر شده است. برای سال 99 یک هدف نو تعیین کردیم که 1.5 میلیارد میخوایم صادر کنیم و 2 سال بعد 2 میلیارد میخوایم صادر کنیم و ما میتونیم به این هدف برسیم. چرا؟ چون دولت افغانستان چند برنامه تجارتی نو ایجاد کردیم. سرپرست وزارت صنعت و تجارت میگوید که در حال حاضر مشکلات فرارای بخش خصوصی کشور است که با اصلاحات در این بخش رشد اقتصادی افغانستان در سال آینده به بیش از 4% خواهد رسید. و من مطمئن هستم و اطمینان برای کلی میتم اگر این اصلاحات پیش ببریم رشد اقتصاد بالاتر از این میره، بالاتر از 3% تا 4-5% اگر این اصلاحات تطبیق کنیم. ایجاد دهلیزهای هوایی، تدوین راهبرد ملی صادرات، ایجاد چندین راههای ترانزیتی زمینی و ده ها موارد دیگر از کارکردهای حکومت در پیوند به ایجاد بازار برای بخش خصوصی و کشورهای دیگر بوده است. اما بازرگانان میگویند هنوز هم چالش های زیادی فرار رای آنان قرار دارد.